با سلام، در این فیلم آموزشی میخواییم مقداری با مدل فرندی APQC آشنا بشیم. مدل فرندی که شورای کیفیت فرندی آمریکا که به اختصار APQC گفته میشود در اختیار ما میگذارد، PCF یا Process Classification Framework به معنی چارچوب طبقه بندی فرندی خوانده میشود که به شکل سلسله مراتبی است. اگر به وبسایت APQC برویم با آدرس apqc.org در قسمت Process Framework در قسمت دانلود Industry Specific PCF لینک دانلود رو بزنیم، مدل فرندی مربوطه در این صفحه قرار داده شده. سازمان APQC مدل PCF رو برای تمامی صنایع در فایل Cross Industry قرار داده. همچنین این سازمان برای صنایع مختلف مدل فرندی مربوطه رو توسعه داده که به طور کلی تفاوت خاصی با هم ندارن، اما در یک سری از بخش ها ممکنه جزئیات بیشتر یا کمتری نسبت به صنایع دیگر وجود داشته باشه. خب اگر ما مدل کلی رو دانلود بکنیم، در صفحه اول ما میتونیم طبقه های مختلف فرندی رو مشاهده بکنیم که شامل 12 طبقه مختلف هستش. همچنین این طبقات در دو دسته فرندهای عملیاتی و خدمات پشتیبان مدیریتی تقسیم بندی شدن. مدل PCF رویکردی سلسله مراتبی داره. بنابراین اگر ما به صفحه سوم این مدل بریم، میتونیم تعریف هر یک از سطوح رو اینجا ببینیم. سطح اول طبقه در یک سازمان هست، مثل مدیریت خدمات مشتریان، زنجیره تامین و سطح بعدی گروه فرندی هست که تشکیل شده از یک سری از فرندهایی که اهداف مشابه را دنبال میکنند، مثل اجرای تعمیرات پس از فروش، تدارک و تامین و غیره. سطح سوم فرایند هست. فرایند یک سری از فعالیت‌های درون مرتبط هست که ورودی‌ها را می‌گیرد و به خروجی‌ها تبدیل می‌کند. فرندها منابع را مصرف می‌کنند و نیاز به استانداردها دارند تا عملکردی قابل تکرار داشته باشند. همچنین فرندها به سیستم‌های کنترلی پاسخ می‌دهند که به طور مستقیم بر کیفیت عملکرد، نرخ عملکرد و هزینه عملکرد تأثیر دارند. بنابراین اگر ما سوالی بر کیفیت عملکرد داشته باشیم، باید به فرایند مراجعه بکنیم. در سطح چهارم فعالیت قرار دارد. فعالیت‌ها نشوندنده رویدادهای کلیدی در زمان اجرای یک فرایند است. بنابراین فعالیت‌ها فرایند را تشکیل می‌دهند. به طور مثال پاسخ‌دهی به درخواست مشتری یک فعالیت است. حل مشکلات مشتریان، مذاکره برای قراردادهای خرید هم یک فعالیت. در سطح آخر، سطح پنجم، وظایف وجود دارد. وظایف در صنایع و کسب و کارهای مختلف متفاوت هستند. بنابراین هر صنعت یا هر سازمان یک سری وظایف در آن وجود داره و از طریق اون وظایف یک سری فعالیت‌ها را انجام میده. با اون فعالیت‌ها یک سری فرآیندها ایجاد می‌شود که هدف مشخصی رو پیگیری می‌کنن. بنابراین فرایندهایی که هدفهای مشابه رو دارن در یک گروه فرایندی قرار داده می شوند و گروه های فرایندی که هدفهای مشخص و مشابه دارن در یک کتگوری یا طبقه قرار داده می شوند. مدل PCF طریقه کدهی به هر یک از سطوح رو اینطوری در نظر گرفته که به طبقات از یک شروع می کنه و به ازای 12 طبقهی که داره به ترتیب جلو می ره. 1, 2, 3 الاخر. برای سطح بعدی یک نقطه قرار میده و دوباره از اول به ازای هر طبقه جلو میره. یعنی در طبقه اول گروه فرآیندی اول، در طبقه اول گروه فرآیندی دوم، سوم و غیره. و سپس طبقه فرآیندی دوم، گروه فرآیندی اول، طبقه فرآیندی دوم و گروه فرآیندی دوم و غیره. همینطور واسه سطح بعد اگر بخوایم بریم، دوباره یک نقطه میذاریم و دوباره از یک شروع میکنیم و به ازای هر فرایند فعالیت‌های اون رو از یک شروع می‌کنیم و جلو می‌ریم. بنابراین اگر ما به پایین‌تر بیاییم،
اینجا میتونیم ببینیم که یک طبقه فرآیندی قرار داده شده، سپس گروه فرآیندی مربوطه قرار داده شده، گروه فرآیندی رو جدا کرده، در زیر هر گروه فرآیندی فرآیندهای اون رو قرار داده و در زیر هر فرآیند فعالیت‌های اون رو تعریف کرده. اما وظایف در اینجا آورده نشده، به خاطر اینکه وظایف خیلی متفاوت هستند و هر سازمان باید وظایف خودش رو مشخص بکنه. پس از اینکه وظایف رو مشخص کرد، با استفاده از اون وظایف فعالیت‌ها رو تعریف بکنه و فعالیت‌ها رو در کنار هم طوری قرار بده که یک فرآیند تشکیل بشه و فرآیندهای که اینجا وجود دارن یک گروه فرآیندی رو تشکیل بدن و گروه های فرآیندی یک طبقه فرآیندی رو تشکیل بدن. خب اگر ما دوباره به سایت APQC بریم، دوباره در قسمت Process Framework اگر پایین بیایم، در قسمت Definitions and Key Performance Indicator به ازای هر طبقه فرآیندی ما یه لینک اینجا داریم که یک فایل PDF رو در اختیار ما قرار میده. اگر یک کدوم از اینا رو باز بکنیم و فایل مربوطه رو بگیریم، یک طبقه فرآیندی رو اونجا میبینیم که کاملا شرح داده شده. در این طبقه فرآیندی ابتدا یک توضیح در مورد اون طبقه فرآیندی داده شده و در صورتی که پیشنهادی واسه شاخصهای اون داشته باشه، اون پیشنهادهای خودش رو میده. البته ممکنه در یک طبقه فرآیندی نحوه توضیح متفاوت باشه، به طور مثال اینجا طبقه فرآیندی رو به صورت جدا توضیح نداده و از گروه فرآیندی شروع کرده و شاخص‌های کلیدی عملکرد رو واسه این گروه فرآیندی داده. در هر گروه فرآیندی سپس فرآیندها رو توضیح داده و ما از طریق این توضیحات میتونیم فعالیت‌ها و وظایف رو مشخص بکنیم و در کنار هم طوری قرار بدیم که این فرآیند با توضیحاتی که داده شده تهیه بشه. سپس واسه فرآیندها ما شاخص‌های عملکردی قرار می‌دیم تا اونها رو پایش کنیم و سپس واسه گروه‌های فرآیندی شاخص‌های عملکردی قرار می‌دیم تا اونها رو پایش بکنیم و در نهایت واسه پایش هر طبقه فرآیندی ما شاخص‌های استراتژیک رو قرار می‌دیم تا بتونیم جهت سازمان و جهت حرکت خودمون رو پایش بکنیم. بنابراین سازمان‌ها ابتدا وظایف و فعالیت‌های خود رو شناسایی می‌کنند و سپس از طریق این طبقه بندی آنها رو سازماندهی می‌کنند و نگاه می‌کنند که چقدر تفاوت با مدل PCF دارند و سعی می‌کنند این فاصله رو به صورت بهبودهای مستمر از بین ببرند و در جهت پیشرفت حرکت بکنند.